اگر تحلیلت زمان زیادی نمیبره یعنی داری اشتباه میکنی، اشتباه میزنی، پس این رو سعی کن که رعایت کنی. مورد بعدی، با اضافه کردن آب به مخلوط آب و روغن مخلوطی حاصل میشود که پایدار. بچه میگه صابون اضافه کنیم به مخلوط آب و روغن. یه شکل توی حاشیه کتاب درسی داری توی زیر اون شکل نوشته که در صورتی که به مخلوط آب و روغن ما صابون اضافه کنیم کلوئید ایجاد میشه. کلوئید هم پایداره و ناهمگنه. کلوئید مثل سوسپانسیون ناهمگنه. حالا دوباره بحث همگن و ناهمگن و اینا پیش میاد، اون جدوله که محلول کلوئید سوسپانسیون، همه نکاتشو باید مرور کنی. نور رو پخش میکنه نمیکنه، تهنشین میشه نمیشه، پایداره پایدار نیست، همه اینا باید مرور بشه توی تحلیلت، ببینی که آیا بلد هستی یا نه. اگه بلد نیستی یه نگاه میندازی اون چاله مطالعاتی تو پرش میکنی برمیگردی سر کار خودت. بگذاریم. اما من تحلیل مورد دوم رو هم انجام بدم، باید جمله درستی باشه بچه ها، باید جمله درستی باشه، چون ما نادرست رو میخواستیم و جواب گزینه سه بود. اما ما مورد دوم رو هم بررسی کنیم ببینیم که چی هستش. بریم. جرم مولی آن از جرم مولی یه پاک کننده صابونی. بچه جرم مولی اینو یه لحظه نگه دار. بچه اینجا چند تا کربن داری؟ این بخش آرش رو نگاه کنید، چند تا کربن داریم؟ 12 تا با این 13 تا. حله؟ خب کربنش 13 تاست. در صورتی که این آر سیر شده باشه، گفته بودیم فرمول این آر از فرمول CnH2n به علاوه 1 پیروی میکنه. هیدروژنش رو نشماری ها، کربنش رو دو برابر به علاوه 1 کن، میشه H27. بعد یه دونم بنزن خوب گرفتم، یه دونم حلقه بنزن داره که میشه 3 6 H6 3 6 H6. نه دقت کن، 3 6 H4. دو تا از هیدروژناش از بین رفته، اتصال پیدا کرده به چیزای دیگه. 3 6 H4 SO3NA که حالا جمع و جورش کنی میشه C19. این 13 با 6 جمع میشه، هاش هم با هم جمع میشه، میشه H31 SO3NA. بگذاریم. با زنجیره کجا بودیم؟ با یه پاکننده صابونی. بچه حالا اینو میخواد با یه پاکننده صابونی مقایسه کنه. پاکننده صابونی چی بود بچه؟ RCOONA. اوکی، گفته زنجیره هیدروکربونی یا آرش باشه 17 کربونه، سیر شده هم باشه. وقتی میگه سیر شده یعنی این آره از فرمول CnH2n به علاوه 1 پیروی میکنه. حالا من میگم آقا فرمول پاک کننده صابونی هست RCOONA، آرش میگه 17 کربونه، یعنی میشه C17 هاش دو برابرش کن به علاوه 1 کن، میشه 35 COONA که جمع و جورش کنی میشه C18H35O2NA. نگاه کن منو بچه، قبول دارید این آقا جرم مولیش باید از این بیشتر باشه؟ نه استاد. چرا قبول ندارید؟ بیاید با هم مقایسه کنیم. آقا این 19 تا کربن داره، این 17 تا، پس تعداد کربناش بیشتره. درسته هیدروژناش کمتره، اما هیدروژن که کلن جرم مولیش یکه، همچین تأثیر نداره. در عوض نگاه کن این چی داره؟ گوگرد داره، این نداره. این 3 تا اکسیژن داره، این 2 تا اکسیژن کلن داره، پس قطعا جرم مولی این آقا بیشتره. اینم گفته جرم مولی این آقا از این آقا بیشتره. درسته دیگه، چی میخوای دیگه؟ برو ببین تحلیل اینجوری باید باشه. میتونم یه تحلیل ماسمالیزیشن واسط در اختیارت قرار بدم، بگذری و بعد بری آزمونه درست تحلیل کردن رو یاد بگیر. این یه کار اضافه است واسه من، اما فدای سر تک تکتون، با هم انجامش میدیم. برو بریم بعدی. چند مورد درسته؟ صابون مایع برخلاف صابون جامد در چربی حل میشه. آقا چرا برخلافه؟ صابون صابونه دیگه، چه مایع چه جامدش توی داستاندارش چرا میگه غلط؟ همیشه سر قطبی پاک کننده های صابونی از سر ناقطبی آنها بزرگتره. بچه ها پاک کننده های صابونی فرمولشون چی بود؟ RCOONA. بعضی میدین اینو واسه چی پرسیده؟ بعضی اینجوری سوتی میدن که خب فرمول پاک کننده صابونی رو اینجوری در نظر میگیرن، خب میگن
ta chỉ cần là gạo nếp này ngâm ngâm đúng vòng